E خوش آمدید به دیدبان مریم افشنگ هستم در مورد مطبوعات این هفته از ادامه واکنش ها به بازداشت روح الله زم خواهیم گفت و اوجگیری اختلافات بر سر تصویب FATF و مدال های طلای بردشگاران ایرانی در مسابقات وشو چین سلام های بهنود در عراق و لبنان همچنان اعتراضات ادامه داره آتش بس فعلا در ترکیه و سوریه اتفاق افتاده در ایران هم انگار که یک بومبستی این داستان تصویب لایحه پولشویی FATF سلام بله دیگه در ایران این اخبار جهانی که شما گفتین خیلی شروع هم هستش به منطقه ای تحت شعای اخبار داخلی است اخبار داخلی اهم از دستگیری زم رول زم تا همین که شما گفتید مسئله FTF اف، اف اف و یه ماجرای دیگه ای هم این وسط وجود داره و درگیری ها رو شدیدتر کرده بین این دوتا جناح که خب خیلی معتقدن که باز عوارز نزدیک شدن به انتخابات است. که در هر مورد به خصوصی طرف نظرهای مختلف پیدا می و توی سرکله هم دیگه می‌زنند بعضیش هم مسائل خیلی جدیه بعضیش مثلا صدای آقای اردوغان هم در میاره که به آقای روحانی میگه که خلاصه جلو اینا رو بگیر ولی ما نمیدونم آقای روحانی چطوری باید جلو اینا رو بگیر خب میخواد شروع کنیم فعلا با روزنامه ایران که اربعین رو دیده بله اول هفته است که با یه روز تاخیر شروع شد بعد از اربعین و طبیعتا روزنامه شروع کردن همشون گزارش داشتن از اربعین و یک عددی هم معمول به کار رفت که واقعا ما توش گم و گور هستیم و ترجمه دیم بهش نزدیک نشیم به خاطر اینکه روزنامه ها چند میلیون رو میگن ولی بعد میرسه به بعضی که حدود دو میلیون صحبت میکنن کیهان هم روی 25 میلیون پارسال وایساده تکون نمیخوره نه. بنابراین اون هست اما پیداست که به هر حال حوادث مهمی هم در اونجا گذشته یه مقاله ای بود از فرید مدرسی در این شماره چون مصادف بود با واکنش سدسر نسولا نسبت به اتفاقات لبنان فرید مدرسی از زاویه جدیدی به این موضوع وارد شد هم تحصیل کرده این رشته هست هم روزنامه‌نگار همین رشته حقوق و به صلاح علم فقهی است اونجا اشاره میکنه به اینکه رفتار سید حسن نصرالله در مقابل این اعتراضات که رفتار خیلی مدنی و سیاسی است چون میدونید که به همه گفته که حتی به وزرا هم گفته کسی حق نداره که استفا بده باید بمونین مردم ازتون سوال میکنن جواب بده هم طرف به قول معروف معترضان رو داشته هم یه جوری طرف دولت رو داشته به هیچ عنوان صحبت سرکوب و بگیر و ببند و اینا رو نکرده بودن. بحث مدارا بوده اینا اشاره با سیستانی که آسیستانی سیستانی هم در مورد عراق همینطور بود در حقیقت انگار که داره تنبه میده ما رو از کارهایی که برعکس اونه خب بریم روزنامه بعدی رو ببینیم آقای بهنوز روزنامه همشهری هست روزنامه همشهری با عکسی از آقای حماین شجریان و علیرضا قربانی یک صدا و دو حنجره تو این چند روز آینده این دو نفر دو تا جوان آواز ایران که الان دیگه پرچمدار هستند توی این زمینه دارند یک کنسرت مشترک میدن و این خبرش اومده همه چون آنچنان که کیهان هم به هم به درست اینو رو دیده روزنامه هم جوان همزمان صداش در اومده که چرا این کنسرت مال مردم نیست مال ایران نیست و مال مال ایرانه قرار در ایران مال برگزار بشه در ایران مال قرار برگزار بشه و اونجا معتقد است که اینجا خیلی جای لاکچری هست به قول خود ترونیا و خیلی ثروتمندانه است و بنابراین بهتر بود که میرفتین در جنوب شهر این هم یه نگاهیست البته که ب... اما به نظرم دوتا موضوع مهم میگذاره تو این شماره همشهری یکی اینکه شما دست چپ صفحه دارید میبینید که صحبت از ادامه بررسی اون طرح هرمز صلح هرمز که ایرانی در آقای نصرت الله تاجیک بله کارشناس مسائل منطقه هستن هم من چپو گفتم شما رفتی راست <تصحيح> <تصحيح> چپ یه خبری است که اونجا داریم می‌بینیم که دولت داره اون برنامه رو دنبال میکنه میخواد اون طرح رو به جایی برسونه همزمان آقای نصرت الله تاجیک در دست راست که شما دارید میبینید اونجا مقاله نوشته توی مقاله به طور خلاصه اینو میگه میگه که این حرف تو سازمان ملل هم رئیس جمهور زد و اینا هم بررسی دانشگاهی نشده هم زمینه ها هم فراهم نشده بهتر است که به جای اینکه اون رو در این را میدازین تحکید اون رو بذاریم به بهبود روابط به دو جانبه با همسایه میگه نه لابیگری شده نه جزیاتش معلومه جدای از این یه گزارشی هم داره در مورد بازگشت کلاس های شلوغ گزارشی که از افزایش جمعیت دانش آموزان ابتدایی و کمبود زیر ساخت های مدارس میگه که اصولا همیشه این هست منتها چیزی که هست و با انگار که با کم شدن جمعیت این انتظار نمی رفت که هنوز اینطوری که این گزارش میگه میانگین تعداد دانش آموزان در کلاس های مدارس حاشیه تهران به 32 نفر میرسه که ظاهرا خیلی, خیلی عجیبه درهایی باید. که پایین اومده زاد ولدت نسبت به سالهای گذشته هنوز این مشکلی نیم که تا باقیه خیلی عجیبه چون حتی مدارس استور. ایران واقعا اینطوری که گزارش های میاد همیشه در اوایل سال تحصیلی واقعا چی میگن مشکلات زیرساختی زیادی دارن خب بریم روزنامه بعدی سازندگی رو ببینیم خب این اون جریان ترکیه هست و اردوغان که چند تا کار مهم در هفته گذشته کرد اصولا این رفت و آمد آقای اردوان با آقای ترامپ خیلی به شبیه دو تا آدم قدر شده یعنی هیچ نسبتی به گذشته این دو تا کشور نداره به حال او عضو ناتو و ناتوست با آمریکا هم بزرگتر اون پیمانه ولی ایشون نه تازگی خب قبول نمیکنه چنان که بعد, بعد از اینکه ماجرای رفتن نیروهای ترکیه به سوریه رو گردن آقای ترامپ گذاشت و او قبول کرد بعد از اون ایشون رفت با ترامپ تازه با آقای پوتین قرار داد بس بنابراین توی یه فضای جدیدی قرار گرفته منطقه که در این آلا صحبت از این که ترکیه بومبا میخواد بسازه من. یک صحبت خیلی بزرگی است که سازن دیونه. حالا در همین جنگ چند روزهی که راه افتاده به گزارش که سازمان ملل منتشر کرده بالای 170 هزار نفر بی خانمان شدن کلی شهروند عادی کشته شده خب بالاخره سربازان کشته شدن و حالا فعلا در آتش بست هست تا ببینیم که چه اتفاقی میفته بریم روزنامه رسالت رو ببینیم رسالت تهران لرزان خوش رنگ و بو شده رسالت نیست معمولا سه تا از روحانیان بزرگ که معمولا هم آقای نوری همدانی و آقای مکارم بودن اون بالا بود ولی حالا نسل جوان داره... که اومده یه کرد یه اون بک بالا هم یه گزارشی داره قد کشیدن چند باره قیمت لبنیات اینجا هم در مورد زلزله احتمالی پایتخت تحلیل میکنه که حالا من واقعا نفهمیدم چرا الان در مورد زلزله البته آره ولی به حال این موضوع موضوعی است که همه متخصصین هم میگن هر چه درباره شرف بزنیم کمه چون همیشه باید آمادگی نگه داریم با کسانی هم که صحبت کرده بحثشون اینه که بحث احتمال و اینکه ممکنه نیست قطعا این اتفاق خواهد افتاد ولی کسی نمیتونه زمانش رو مشخص کنه فقط بهتره که پیش بینی بشه که چطور کمترین آسیب و صدمه رو خونه ها و شهروندان ببینن روزنامه بعد روزنامه جوان هست شناسایی نقابداران داخلی زم این پرونده زم بودش البته کمرنگ شد تا بعد سداسی ما همچنان هر یکی دو شب یک بار یک مستندی در بیستاسوی پخش میکنه در مورد مثلا پنج شب چیزی پخش کرد موقع پخش این بود که چطوری شناسایی شد چطوری گرفته شد ولی باز چیز جدیدی نبود از جزیات بیشتر نه هنوز بیشتر یعنی روزنامه که حمایت میکنن مثل کیهان و جوان و برنامه‌های تلویزیون هنوز در جهت این هستند که به ما بگویند که عملیات خیلی مهمی با بس بس شخص بسیار مهمی گرفته شده به خاطر اینکه این, این عملیات خیلی پیچیده و مهم بوده است و این چیزی است که به هر حال با باید ما راضی بکنند ما باید قانع شیم الان فقط صحبت بوده مگر اینکه بریم در واقع یه جوری بس. به مخاطبانشون میخوان توضیح بدن که شخصی که گرفتن انگار که با تمام سازمان های اطلاعاتی دنیا و سران ممالک مهم دنیا در تماس بوده حالا این چیزیه که اونا میگن و به مخاطبشون میخوان بگن که در عملیات خیلی پیچیده ای تونستن ما درست گرفتیم اینجا فاتحان سرزمین اجده ها همون خیلی مهمیه دیگه که به خاطر اینکه هر هشتاشون مدال گرفتن و تعداد مدال های هم زیاد بوده در نتیجه تو چین تو اول شدن خب مهمه دیگه بله داستان FATF و اینکه جهانگیری تکذیب شد برمیگرده به صحبت های آقای جهانگیری که اشاره کردن که این لوایح رو هر اینی میدونید یه دعوایی که واقعا به نظر من گاهی وقتها آدم نمیدونه بالاخره چی شد دولت و مجلس تصویب کردن آقای روحانی هم میگه آقا دولت و مجلس تصویب کردن ولی مجمع تشخیص گویا زیر بار نمیره عادی هم ام... زیر بار نمیره نیستش ب... یعنی در حقیقت مجمع تشخیص هم انگار که منتظر است که آقای خامنه ای سریح بهشون بگن که تصیب کنید اینجا چیزی که اشاره میکنه حرفای آقای جهانگیریه که گویا گفته بودن که لوایه رو مخالف نیستن و دستور دادن که امضا بشه که حالا اونم مثل که تکسیب شده خب بریم سراغ مجله ها چل چراغ آقای بهنود به چراغ برامون اهمیت مضاعفی داره هم به دلیل که آقا رو روی جل گذاشته که خب چشم روشن البته ما در سنی که آقا رو دنبال میکنن نیستیم ولی به حال خوب من بزرگتر. هستم بزرگ <applause> آره ولی با وجود این دوست داشتن همید جبلی یک فرضیه است برای سه چهار نسل حتی ما که خودش بزرگ از محله بروبیا و اون حفلی اصن... معروف و اصن... کلا قرمزی و مدرسه یک موسو یک روایت و... اینجا توی چلچراغ داده به چلچراغ درباره اولین روزهای مدرسه خودش جانه. که فوق العاده که فوق العاده خوندنی است فوق العاده خوندنی است و چه چر چرا قد نظر من یک حسنی که داره اینه که این حالت جوانانه خودش رو که اصولا نشریه جوانان هستش این حالت رو خیلی خوب حفظ میکنه گرچه که طبیعتا هیئت تحریریش هم هی از جوانی یا از نوجوانی میرم به جوانی بنابراین میام بیرون جای رو میدم به یه گروه جدید که ما اسمشون رو کمتر شنیدیم ولی همون راه ادامه میدن باری کلا به آقای فریدون خلیلی یه گزارش در اینجا میخونیم راجع به کفتر بازی میبینیم که سوژه همه سوژه های دلچسپی س... این ماجرای درباره مرگی که چهره آبیش پیدا شد اشاره است به دختر آبی و این پ... ای گزارش رو تمام کرده و میگه که هنوز آخرش معلوم نیست که چجوریه و اینقدر به قضیه باز نشده داره و این مرگی که برخلاف اون چیزی که شوهر و دیگران گفتن چرا آبیش پیدا نمیشه بعدی حق ملت هست ماهنامه سیاسی که هر دفعه یک حقی رو بررسی میکنه یک حقی در واقع از حقوق بشر رو بررسی میکنه بله. این دفعه حق مسکن خانه خوب کجاست بله این ب... اولش توضیح داده آقای اسدی زیدابادی که حق مسکن هم به دلیل روایت حقوقی که وجود داره یکی از حقوق مسلم انسان هست از جهت مختلف و به همین جهت هم اول یک مقاله از آقای عبدو تبریزی کارشناس اقتصادی گذاشته درباره دولت مسکنساز با علمان تعجب آیا دولت باید مسکنساز باشه یا نباشه این بحثی که از قدیم ایام وجود داره از جمله من همین روزها فهمیدم که پنجاهمین سال موقعی است که دولت پادشاهی هم یعنی دولت ابو اویدا هم وارد سیستم خانه سازی شد که این خونه های بهجت آباد و سایی یادگار اون دور است یعنی درست 50 سال پیشی همچین روزهایی ما هم به عنوان خبرنگار در بغل صحنه حضور داشتیم که او اومد افتتاح کرد و اونجا گفتش که یه الگویی خواهد بود چرا که داریم عر... دولت نمیخواد سود ببره بنابراین ارزون تمام میشه و اینقدر این موضوع مهم بود که بعدا موقع افتتاحش پادشاه هم خودش هم آمدش مصاحبه کرده با سعید خاقانی که عضو هیئت علمی دانشگاه معماری دانشگاه تهران هستند دو تا روایت داره یکی اینکه در دولت که به گفته این گزارش دولت مهرورز بوده مرزور آقای احمدی نژاد هست یکی از وزرا میره به سیستان و بلوچستان در, ش... در کرمان و با یک محله به نام جازموریان که گویا خیلی مردم به قول جوری که زندگی میکنه حالا میگفتن کپرنشین و اینا دولت تصمیم میگیره برای اینا خونه سازی کنه خیلی تصویر به قول تصاویر تکون دهنده میبینه و شروع میکنن اونجا خونه سازی کردن بحث اینه که الان کسی از اون خونه ها استفاده نمیکنه مردم همچنان در کپر زندگی میکن اون خونه ها یا شده آقل یا شده مثلا جای و گوزفنداشون یا انباری شده به این دلیل که میگه هوای اونجا برای اون اتاقای کوچیک تنگ و تاریک آدم ها دیگه نمیتونن در گرمای بالا چل درجه اونجا نفس بکشن حکایت دومی هم که میکنه بحث یه زن و شوهری که یه بچه کوچیکی دارن در تهران زندگی میکنن در خونه در محله جنت آباد اگه اشتباه نکنم و تنها دلیلش اینه که خب حالا این محله خوبه ولی اصلا اون خونه جای برای زندگی نیست و اینا کلی تغییرات تغییر دادن تا بتونن زنده کنن با این آقای سعید خاقانی که صحبت میکنه در واقع صحبت صحبت سر اینه که خونه چه لمانایی باید داشته باشه خونه هایی که به خصوص دولت بره. میسازه یا چه چیزهایی باید داشته باشه اون امنیت اون آرامش اون همه چی که باید در واقع خونه داشته باشه فرشاد قربانپور صحبت کرده با آقای شمایزاده اونم دیده اون مصاحبه آقای شمایزاد هم خیلی جالب بود در مورد خونش میگه خونه ارسیه زنشون بوده همسرشون بوده و این خونه به نام دو, تا پ... دو... یه دختر و پسرشونه این خونه مصادره شده میگه که به من گفتن به خاطر اینکه کار کثیف خوانندگی رو میکنی نمیدونم سفر رو به اسرائیل کردی و در تمام این سالها آقای شمایزاده هیچ وقت ناامید از پس گرفتن و خونه نشده نکته جالبی که تو این مصاحبه اشاره می‌شد این بود که آقای شمایزاده بعد از انقلاب برگشته به ایران و اتفاقا در اون خونه باز هم زندگی کرده ولی بعدن که می‌بینه در سال اوضاع خراب شده خونه ای که مصادره شد در زمان انقلاب بله. و جالب اینه که آقای شمایزاده وسط این حرفا میگه که این اتفاق تو آمریکا هم برام افتاد یعنی تو آمریکا هم با پول وام بانک رفتیم دو بار خونه خریدیم هر دوبار نتونستیم قصه بدیم و بانک باید مصادره کرد. باشه می میگم مثلا پول نداشتم که بتونم همین آره خونه باید رو خونه ارسی اونجا به با شماره خوبی است. خانم عمد. حق ملت. اونجا. خب ترابران رو ببینیم. ترابران حالا به چندین چند دلیل نشریه خیلی خوب اقتصادی است. ماهنامه اقتصاد ترابری و هم با کاغذ خوب و هم با چاپ خوب منتشر میشه و یکی از معتبرترین منابع سنت هم هستش این دفعه یه داغ دلی هم برای ما داره واقعا در حالی که دو سه ماه پیش قیمت پست حالا من باید هر ماه شما میدونید یه بسته از اینا تحویل بگیرم یه بسته کتاب و بنابراین جریان عادی گرون شدن قیمت رو حس می کنم بلد. دقیقه چند ماه پیش رشد کرده بود این دفعه دوره چیز حدود نزدیک 70 درصد رشد کرده یعنی باور کردنی نیست که سه تا نشریه که حد اکثر 45 هزار تومن قیمتشون میتونه باشه توی پاکتی میرند که وقتی میان ۵ هزار تومن پست گرفته اصلا سه عجیبیه تو دنیا و حالا این شماری که دارید میبینید که اسمشو گوشته بسته به شوخی مخصوصش پسته داره بررسی میکنه که این داستان چجوری شد به اینجا رسید که الان اومده این به صلاح همینطوری بین بخش خصوصی و بخش دولتی سرگردان بودن اولش هم در سرمقاله سردبیر اشاره میکنه به اینکه وقتی که انقلاب اتفاق افتاد این خانه زنبوری معروف تو لشکرک خونه مرکز پستی که ساخته شده بود و فرنگی اومد بودن ساخته بودن یا ژاپن هم همراهشون بود فکر کنم این نزدیک انقلاب کاملا آماده شد البته افتتاح شده بود ولی نزدیک انقلاب و یادم میاد که روز اول انقلاب هم سرگرمی شده بود برای بچه های انقلابی بی اطلاع که این نقاله هایی که اون تو بود رو فرض کرده بودن که حالا بمب یا هرچی هستی و بنابراین اونجا تبدیل شد به جایی که با... بهش نارنجک میزدن سوراخ میکردن فلا اینا باید یواش اومد و به راه افتاد ولی چه راه افتادنی که هنوز انگار در همون نقطه ای هستیم که اونجا بودیم مطالب خاندنی دیگه ای هم ترابران داره مجله فیلم رو هم ببینیم که پنجاه سالگی قیصر و گاو رو دیده روز ملی سینما بود که هفته گذاشتم چش صحبت کردیم در این روز فیلم یک زوقی به خرش داده و واقعا خوش ذوقی کرده میگه که چون پنجاه سالگی این دوتا فیلم هست یعنی قیصر و گاف درست 50 سال ازشون گذشته هر کسی تاریخ اجتماع ایران بررسی کرده به اینجا رسیده است که هر دوتای این فیلم ها تحول های مهمی بود فیلم آقای مرجوی یه فرقی که داشتین که مرجوی دانش آموخته فلسفه است و وقتی اومد کشف دکتر سایدی هم هست من اون روزار خوبی آدم میاد و اینکه یه مرتبه دکتر ساعدی از داران بیل گاو از توی کتاب او اومد و منتقل شد به مهجوی و مهجوی ساخت که هنوز فیلم خیلی بزرگی نساخته بود خودش حادثه خیلی مهمی بود نگاه روشنفکرانه ای بود به روستا نگاه اون روسا اما قیصر قضیه کاملا متفاوت بود یعنی قیصر نماینده یک پرش جدیدی در فیلم فارسی بود به همین دلیل هم سر گاو کمتر دعوا شد گاو هم اگه یادتون باشه تنها فیلمی که آقای خمینی هم بعد از اینکه انقلاب شد گفت اگه فیلم سینمایی مثل گاو باشه خوبه بله. یعنی ایشون هم تایید کرد که فیلم خوبی بوده اما در مورد قیصر این اتفاق نیفتاد یعنی بعد از او به حال روندکاری کاری پیدا کرد جوان 20 سالی که رفته بود فیلم ساخته بود مقصد هم آقای کیمیایی و این روند کار شد یه ژانری تو سینما که بعدا توقی و چیزهای دیگه بعد حالا اضافات فراوانی پیدا کرد این تقریبا هر چی که درباره این دو تا فیلم ممکنه به ذهن ما برسه از پوسترایش که یکیشو کیارستمی زنده درست کرد بعد فرشید مسخالی درست کرد و دیگران از اینکه اصولا سایدی چه جوری حرکت گاو از پس استخونهای قیصر یعنی چی آقای چرمشیر یه مقاله خیلی خوبی راجع به همین دو تا فیلم نوشته این عکس‌ها می‌بینید تمام عکس‌های خاطر برانگیز غریبی است از اون روزگاران گذشته موسیقیش موسیقی گاو آقای فرهاد ساخت موسیقی فیلم قیصر رو آقای منفرزاده ساخت می‌بینید که اجزایش همه یه شکلایی به خصوص مخصوص به خودشون دارن حتی رسیده است به اونجا که راجع به اون آمندار قیصر هم حرف زده دیوار کاگلی این طرف وقتی قیصر ساخته شد یه حادثه مهمی تو افتاد آقای گلستان که از جمله سختگیرترین آدما در قضاوت هست به خصوص تو این زمینه قیصر رو تایید کرد ام. و این حرف عجیبی بود به خاطر اینکه کاووسی روشن کاووسی اصلا قبول نکرد و آقای پرویز دوایی هم نپذیرفت و از اتفاق و روزگار این هستش که وقتی که فیلم خود آقای گلستان ساخته شدم همین اتفاق افتاد یعنی فیلم خشت با وجود همه تجلیلی که در همین سالا شده در داخل خارج در زمان خودش منقدین دوستش نداشتن آله هم یه نگاهی بکنیم آقای ما از خود آزما اگه بگذریم بگذاریم یک هنری به خرج داده آقای علم سردبیر و گروه اصولا و اونی که در هر فصل یه دونه از اینا هم که میبینید در می که این تابستون بودش که ویژه داستان در آوردن هم نزدیکی اینم به عنوان شاهد آوردم این مال پارسال پاییز پارسال هستش که این مال شعر بود بنابراین همه چی داستان اونجا بود آره اینجا خیلی خوب نمیدونم شما کدومش رو به نظرتون رسید من دو تا قصه کوتاهی رو که سالومه اسماعیلی و نازلی همزوی ساروی نوشته بودن به خصوص به جای او رو خیلی پسندیدم خیلی خوب بود قصه هم که اصلا هم ترجمه کرده بوی بد دهان یک روز از بین اونم قصه خیلی اتفاقا می‌خواستم مال آقای امرایی رو بگم که شما گفتین نه مجموعه خیلی خیلی کوچولو شسته رفته واقعا کسایی که مثلا سوار مترو میشن اتوبوس میشن میتونن اینو بزن خیلی دستی و جمعشور هم هستش بله خب بریم کارتون آخر رو ببینیم از نعیم تدعیان یه سر من با این چیزای ستاد اجرایی حسب یاران ها این دعوایی که پیش اومد بین مجلس و اصولا چنان اصولگرا و دولت سر اینکه که میگفتن خب یارانه رو بدیم فقط به, پول اگه بزیاد به بزیاد پولدارا اگه میگین زیاده در اقتصاد ندیم به پولدارا یه کاری بکنین که فقط به پولدار به پولدارا داده نشه بلد. و فقط فقرا داده بشه کسی همین وسط نمیتونست بگه که این چه جوری باید این پول داره رو انتخاب کرد وقتی شما خودتون اعلام میکنین که چهار تا اینا همه نشستن ببینن که ملاک این که یارا نه میگه یه ملاک جدیدی ما پیدا کردیم تراکنش ها رو حساب میکنیم این میگه مدیرا همه رو جمع شدم با دوربین درن از اون بالا بیچاره میخواد پول بگیره تراکنش داره میکنه چیکار کنم یارانش رو قطع کنم نه هنوز تراکنش نداشته نمیرسید به نکته آخر چرا آیدین ام... سیارسری در شهرونگ بخش تنز روزنامه شهروند نوشته که امروز به میان هموطنانی که قصد مهاجرت به کانادا رو دارند اومده ایم تا گزارشی از این موضوع تهیه کنیم با چند نفر مصاحبه کرده آقا سلام درود خلاصه میگم که قصد مهاجرت دارید هدفتون چیه به این نچرسم که دیگه جای موندن نیست باید جایی رفت که قدر استعدادهای آدم رو بدانم بچه جالب و خب ام کجا بله من شنیدم کانادا سرزمین آرزو هاست اون که اون آمریکا نیست چه فرقی داره آقا حالا چند کیلومتر این ورتر خیلی متاسفم که استعدادهای مثل شما مجبور به ترک وطن هستن حالا شما در چه زمینه فعالیت میکنید تو زمینه فک و دهان جراحی ها... جراحی های فک و صورت که باید وضعشون خوب باشه تو ایران جراح چیه مگه شما متخصص فک و صورت نیستی نه آقا دلت خوشه من تقلید صدا میکنم علی دایی علی پروین رو عین خودشون در میارم خلاصه مورد بعدی سراغ داریم میرید خانم مهاجرت میکنید و کجا میرید و برای ادامه تحصیل دارم میرم چی شد که همچنین تصمیم گرفتین؟ چی بگم دیگه خودتون میبینید شرایط تحصیل ما تو ایران چطوریه و همش پارتی بازی این حرفات چی خوندین؟ طراح داخلی چه دانشگاه دانشگاه که نبود دستشون درد نکنه ولی قبل یه مدرکی میدادن دانشگاه نبود چی بود یه آموزشگاهی بود که مدرک طراحی میدادن حالا نفر سوم از همه تره میگه که آقا برای چی داری میگم میگه دارم میرم کاری از اینجا خسته شدم و کار پیدا نمیکنم درس خوندیم کار نداریم کار کردیم پول ندادن پول خواستیم وام ندادن دیگه نمیکشم مدرک داریم مهارت داریم ولی چون پول و پارتی نداریم پیش همه شرمنده میگه آقا مثل قبلی ها که نمیخوای رکب بزنیم میگه نه آقا راست میگم تو 28 سالگی دیگه امیدی به آینده ندارم ته داستان اینه که در نهایت جواب مصاحبه همه آمد و همه افراد بالا قبول شدن غیر از نفر آخر <تص> 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 ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما منتظر نظراتتون درباره برنامه های بی, بی سی هستیم کافیه که به بی, بی دیدبان توییت کنید یا به آدرس دیدبان ایمیل بزنید از طریق تلگرام هم با شناسه ات بی شما میتونید با ما در تماس باشید ممنون که با ما بودید همینجا و به همراه آقای بهنود از شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده شب روزتون خوش.